زبان فارسی که این همه نکته داره، این همه نکته پیچیده داره، اصلا ارزش یادگیری داره؟ خب فرض میکنیم نداره دیگه. پارسال همین موقع ها، همین موقع نه، یه مقدار اونورتر، همینا تو همین سالون زبان فارسی یاد گرفتن. همین چیزی که تو ذهن تو امسال تو ذهن اینا هم بوده دیگه، احتمالاً آقا مثلا فلان میذار. ولی میانگین اینه که اینجا نشستن 4.5 از 5. یعنی به نظر میرسه خب یه دونه از اینا بیفته ما غلط میزنیم. خب غلط نزن. چه جوری؟ خب یاد بگیر. خب آقا بی‌نهایت کلمه است. ها بی‌نهایت کلمه نیست. بی‌نهایت کلمه نیست. یه تعدادی کلمه است. شما وقتی در عرض دو سوم یه روز میتونی نصف زبان فارسی رو بری جلو، این بحثی که شده. هیچ بحث ادبیات اینجوری نیستا. غیر از آرایه. آرایه هم اینجوریه. لغت عمرن نمیتونی با دو تا روز تموم کنی. قرائت نمیتونی تموم کنی کلشو. املا رو نمیتونی کلشو تموم کنی. زبان فارسی آرایه رو میتونی تموم کنی. یعنی اتفاقا حجمش هم کمه. اتفاقا حجم. بریم بریم. فراگیری. فراگیری مشتق. چی؟ مشتق یا مشتق مرکب؟ میخوام تیزهوشی کنکور رو بهت بگم. تیزهوشی کنکور نگاه کن. فراگیری قبل از اینکه تو کنکور بیاد از اون کلمه ها بود که دعواها سرش شد. یعنی بکش بکش ها شد. این میگفت اون سواد نداره، این میگفت اصلا میخواد کلو دمه تحصیل کنه. بابا یه دو تا تگ واژه واژه میخوام بگم، سواد نداره اون سواد داره چیه؟ کلمه فراگیری خیلی دعوا سر شد. خوشبختانه تو کنکور اومد، نظر کنکور هم اوکی شد. ولی سوال اینجاست، دفعه اولی که تو کنکور سراسری سال 88 ریاضی اومد، شاید سر ما میومد یه لغت اینجوری، تکلیف ما چی بود؟ اول اختلاف رو بگم. همه میگفتن فراگیری سه تگ باش، تا اینجا اختلاف نبود. همه میگفتن گیر تگواژ آزاده، تا اینجا هم اختلاف نبود. همه میگفتن یه ونده، تا اینجا هم اختلاف نبود. میرفتیم سراغ فرا، یه عده میگفتن آزاده، یه عده میگفتن ونده. هر کدوم هم استدلال داشتن، استدلال هم توپ. یه عده میگفتن آقا فرا گرفت چه فعلیه؟ گفتیم پیشوندی. میگفت خدا به دادتو بیامرزه، پس فرا پیشونده دیگه. یه عده میگفتن چه ربطی داره پیشوند فعل؟ میتونه بیاد تو غیر فعل؟ مثلا اونا میگفتن فرو گرفت. حالا چیه؟ میگفتیم پیشوندی. میگفتن فرومایه چی؟ میگفتیم نه، نگاه کن، فرو رفت فعل پیشوندیه. خب فرومایه کلمه مرکبه، یعنی فرو وقتی اومده تو غیر فعل شده تگواژ آزاد. یه دمی گفتن چه ربطی داره؟ نه فرا تگواژ آزاده، مثل فراتر. دعوا بود دیگه، دعوا. اصلا استدلالا غلبه نمیکرد. سراسری 88 ریاضی، کسی پنج بحث هستش، یه دونه میخوام، یه دونه بذار بپرم پای بذارم پنج بحث. بودو 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 بودو، هر کی زودتره بودو بودو. جایزه مقام اول بچه ها. ببین کنکورچی، اینو بهت میگم که خیال تخت باشه از نظر کنکور سراسری. ببین کنکور سراسری چیکار کرده. سراسری 88 نگاه کن، 88 ریاضی یه عبارتی داده، گفته در عبارت، میدونم نمیبینید، نگید نمیبینید، میدونم، در عبارت فلان به ترتیب چند واژه مشتق مرکب و مشتق مرکب داریم. خب زیادی گوش کن، گزینه ها رو واسط مینویسم. گزینه یک، دو، دو سه. گزینه دو، سه، دو سه. گزینه سه، چون جانهرین گزینه ها دیگر نمیمیسم. گزینه سه، گوش کن گوش کن نه گوش کن، هیچی نمیشه. گزینه سه، انگار میخوام تست کنم میگنم چی چی بنویسید. سه، یک، سه. گزینه چهار، چهار، یک، سه. گوش کن، گفته به ترتیب چند مشتق مرکب و مشتق مرکب وجود داره. کلمه فراگیری هم تو متنه. شما اولین کاری که میکنیم هم تست بعدی دیگه. خب فراگیری چه میدونم، دعوام هوا بود. یکی بچه ها بعد کنکور اومد گفت آقا شما خیلی میگی تر روی کنکور باهوشن. باهوشن؟ اینکه همه سه که گفتم همین نشون میده ابر باهوشن. چرا؟ داره راهنماییت میکنه که داوطلب گرامی در این متن سه تا مشتق مرکب داری. چرا راهنماییت میکنه؟ چون کلمه فراگیری تو متنه. خب چی میشه؟ میرفتیم میشماردیم سه تا کلمه مشتق مرکب شسته رفته توش بود، مثلا گوناگون بود فلان فلان، سه تا میشماردی. اگه فراگیری رو میخواستی بشماری میشد چند تا؟ چهار تا. بهت گفت نشماری، یا نظر من اینه که فراگیری مشتقه،
ببین چه جوری راهنمایی میکنه، چه اختلاف نظری بین. خب وقتی تو اینو بلد نیستی نباید بیای نکته بگی. بابا اول برو ببین چی گفته. راهنمایی داریم ولی بار اول کلمه فراگیری تو سال 96 تو کنکور بیاد اصلا راهنمایی نمیکنه، مشتق تموم شد و رفت. پس ما نگران اون 1% 2% که اینجوری اصلا نیستیم. چرا؟ چون طراح کنکور هم اینا رو بلده، فهم ما بلد نیستیم که، اونم میدون. حله میخوام بهت بگم میشه زد. ببینید اینا رو زنگ تفریح ازشون بپرسید آقا زبان فارسی میشه زد یا نمیشه زد. فکر نکن من رتبه یه رقمی نشوندم میگی خب آقا آره یه رقمی ها نشوندی و میشه زد دیگه. دانش آموزای خوب ما هستن، دانش مثل همه مثل حمید، یعنی اول زبان فارسی اینا هم اول زبان فارسی شما بوده. این خیلی نکته مهمی ها، تلاش کرده راه درست رفته اوکی شده. سال بعدم چند تا خود شما میاد اینجا میشین رندوم که یکی دستشو بالا کرد، خجالت نمیکشی بگو خواهش. نه نه استدلال ها بر هم غلبه نمی کرد، یعنی مشتقش هم استدلالش درست بود، مشتق مرکب هم درست بود. من نظر شخصی اینه که استدلال مشتق هم یه ذره قوی تر بود، ولی اون یکی هم بالاخره حرف بیهوده ای نمی زدن. خدایی بگو فرایی که توی معنیه ونده تو حالت اسمی. ببین یه نکته بهتون بگم درباره نظرات کنکور، اگه بی دلیل هم بپذیرید چندان اشکال نداره، اگه تک کلمه باشه ها، یعنی گیر ندی دیگه. یکی گفت ببخشید بلند بگو. بله بله فر، خود فر، خود فر معنی شکوه بگو. نه تو ترکیب من اینجوری نی، خیلی معنی شکوهش واضح باشه. خب برگردیم صفحه قبل، برگردیم صفحه قبل، برگردیم صفحه قبل. نزنته برای چی میزنی جلو جلو تستو آقای عبدالمحمدی؟ بله ما الان یه سری نکته یاد گرفتیم، دو صفحه رفتیم جلو، ولی تو این دو صفحه بالغ بر 100 تا نکته یاد گرفتیم. اوکی اوکی. خب آقای عبدالمحمدی این تست کنکور سراسری گذاشته جلومون 4 خط و خورده ای 5-6 خطه. این 5-6 خط میگه کدومش هم مشتق داره هم مرکب مشتق. نزن تستو، میخوام تکنیک بهت یاد بدم چیکار کنیم. 43.2 ثانیه وقت داریم، خوب گوش کنید برفران، خوب گوش کنید. اگه یه صفحه روزنامه رو همینجوری باز کنیم، یه پاراگراف 3-4 خطیش رو همینجوری بیاریم بیرون، به نظرتون کلمه مشتق بیشتره یا مرکب یا مشتق مرکب؟ با اختلاف بیشتره. عزیز من تو این سوالا سراغ مشتق نرو، داری با اختلاف میکنی. مشتق مرکب پیدا کن و مرکب، کدومش رو اول پیدا کنیم؟ هر دوتاشو با هم. چرا ما دوبار یه تست رو وقت نداریم حل کنیم؟ داری همینجوری میری جلو، مشتق مرکب بده مرکب. به اولین گزینه ای رسیدی که هم مشتق مرکب داشت هم مرکب، چیکار میکنیم؟ یه دونه مشتق هم پیدا میکنیم. نمیزنیم شانسی ها، شاید نداشت. اینجوری ما یه مشتق پیدا میکنیم، شاید هم دوتا. حالت اول اگه بخوایم همه مشتق رو پیدا کنیم 20 تا مشتق پیدا میکنیم. اینجوری واقعا عدداش 15 تا مشتق پیدا میکنیم. 15 تا 3 ثانیه طول بکشه چقدر میشه؟ 45 ثانیه. زمان تست 43 ثانیه بود. ببین چی میشه مشتق مرکب. نکته بعد سراغ فعل نمیریم. نکته بعد حواسمون به تک واژه هست. اوکی اوکی اوکی. من به شما 45 ثانیه وقت میدم تستو بزنید، ولی خواهشن کسایی که زودتر پیدا میکنن جوابو نگن، که همه انجام بدن، همه انجام بدن. بگو بگو. خب چیه مشتق مرکبت؟ کندوگاه مرکب گرانبار مشتق فردوسی. بسته نگو، نه بذار واسه اطمینان دوست تا مشتق دیگه هم بده.
خب پیدا میکنی تو کنکور داری تایم از دست میدی، رقیب داری یه تست دیگر میزنه. نه آقا اشکال نداره، آدم 3-4 تا تست خوب بزنه خیلی بهترن که استدلال های علکی. خب واسه همینجای تمرین خودمون، من کلمات دیگه ای از این 4 تا گزینه رو میگم، ساختمانشو با جیغ خود بگویید. گوینده مشتر، روشنبینی مشتر، است خوش بودن. اوه این خیلی نکته مهمیه. بودو این خیلی نکته مهمیه. نگاه کن اگه یه مستر داشتی مثل بودن، مستر بغلش یه کلمه داشتی، که بینشون ساکن بود، اینا یه کلمه ها خوش بودن. مستر داری بغلش یه کلمه، بینشون ساکن، اینا یه کلمه و احتمال قریب یقین میشن مشتق مرکب. واسه احتیاط میگم احتمال قریب یقین ها، اصلا میگم نکنه مثلا اینجای وندی چیزی یوهی بکارن مثلا ما نگفتیم شما. فهمید چی شد؟ خوش بودن مشتق مرکبه، خوش بودن مشتق مرکبه. خب باز بگم، داستانهایش چرا دو واجه است؟ یعنی میشین رو جدا کنی؟ چرا دو واجه است؟ ایشون میگه داستانهایش دو واجه است، چرا دو واجه است؟ سه واجه است. داستانهایش دو واجه است، داستانهایش چرا اش رو واجه میگیرید؟ خب زمیر باشه، ملاکه، ملاکه واژه نقش، چیزی که نقش میگیره واژه است. داستانهایش اون شین داره نقش میگیره مضافون الیه، پس زمیرها واژن. به شرطی که توی کلمه قرار نگرفته باشن واژه، زمیر واژه چون نقش میگیره. درسته؟ داستانهایش اون شین